مشاهدهگر بخش اول برنامه ایرانیان فاینانشال تایمز هستیم. این بخش تحت عنوان تن و تندرستی با جناب دکتر هوشنگ مشکینپور. ایشون استاد دانشگاه پزشکی یو سی ایرواین هستند، نویسنده 4 کتاب، ناشر بیش از 70 مقاله علمی در زمینه‌های پزشکی و همچنین برنده عنوان بهترین دکتر در سال‌های 1996، سال 2005، 2007 و 2009. سلام میکنم خدمت شما جناب دکتر مشکینپور. سلام عرض میکنم به شما و همه بینندگان برنامه ایتون. مرسی، خیلی ممنون. جناب دکتر، سوال برای ما بدین صورت بوده، ما اگه همطور که مطلع هستین سوالها رو بیننده ها برای ما از طریق ایمیل میفرستن و ما سعی میکنیم هر دفعه متخصص یا کارشناس رو اون موضوع رو بیاریم پای تلفن و این هفته سوال اینطور بوده که تحقیق‌ها نشون داده که بیش از 200,000 نفر در امریکا در اثر اشتباهات پزشکی سالیانه جان خودشون از دست میدن. چرا این گونه است و چرا این اتفاق داره میفته و چطوری میتونیم اون رو پیشگیری بکنیم؟ در حقیقت این رقم مرگ و میر سالانه رقم بسیار چشمگیری هست. بله. و زایده این زایده آن است که علل متعددی دست در کار هستند. مهمترین این علل یکی پیچیدگی و بغرنج بودن سیستم خدمات درمانی و بهداشتی در امریکا هستش. این سیستم از اجزای متعددی تشکیل شده و به طوری طراحی شده که گاهی اوقات رابطه میان این اجزا منقطع و نامربوط هستش. مثلا در یک صحنه‌ای که باید طبیب و پرستار و تکنیکن با هم همکاری کنن برای تأمین بهداشت و سلامتی بیمار، این رابطه میان اینها آنچنان که باید کامل نیست و همین در واقع پریشانی بین این رابطه هستش که باعث اشتباه و عواقب آن میشه. نکته دومی که در این مسئله نقش ایفا میکنه مسئله توانایی این اجزا هست، به این معنی که علارغم این که استیت در واقع تمام ایالت ها قوانینی دارن و از اطباء و پرستارها و دیگران میخوان که هر سال یا هر دو سال یک تعدادی ساعت آموزش نوین ببینن و خودشون رو آپ تو دیت نگه بدارن. مثلا در استیت کالیفرنیا هر طبیبی باید هر دو سال 50 ساعت ادویکیشن جدید ببینه و خودش رو آپ تو دیت بکنه. علارغم این تعدادی اطباء و پرستارها و تکنیشن ها هستن که واقعا اون کامپیتنس و اون کفایت لازم رو برای انجام وظایفشون ندارن. سومین عامل به نظر من اون چیزیست که عامل انسانی میگن، هیومن فاکتور میگن، در واقع خستگی فراوان، بیخوابی طبیب یا نرس یا تکنیسیان ها و اینکه تحت فشار زمان باشن، اینکه دائما عجله میکنن که از یک مریض به یک مریض دیگه و به مریض سومی رسیدگی بکنن، خود این عامل بسیار بزرگی است در این که این کاستی ها رخ بده و شاید نیمی از این 200,000 مرگ و میری که در سال اتفاق میفته ناشی از همین عوامل هست و نیم دیگرش به علت عفونت هاییست که مریض ها در بیمارستان ها یا در نرسینگ هما دچار میشن و از عوارض اون متاسفانه فوت میکنن. بله. آی دکتر، به عنوان یک بیمار ما چطور میتونیم یک طبیب رو انتخاب بکنیم یا به عنوان یک آدمی که میخوایم یه
مادر بزرگی پدر بزرگی رو در این نرسینگ هوم ها بذاریم، چه نکاتی رو باید توجه بکنیم، به چه چیزهایی بیشتر باید انفسایز کرد و توجه کرد که دوچار این موضوع نشیم، دوچار یکی از این 200,000 نفر نباشیم؟ در این رابطه مهمترین پیشنهادی که من میتونم بکنم این استش که مریض و اطرافیانش باید یک نقش فعال در تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی مریض ایفا بکنن. به این معنی که اولین کاری که باید بکنن مریض ها به نظر من اینه که اگر که داروی مصرف میکنن لیستی از داروشون رو داشته باشن. اگر خودشون نمیتونن این کار رو بکنن، شاید فرزندانشون یا نوه هاشون یا نیم ساعت بشینن این داروها رو لیست کنن با دوزش و دفعاتی که مصرف میکنن و اینها باشن که وقتی که وارد مطب طبیب میشن این اطلاعات رو با طبیبشون در میان بگذارن. ما نباید منتظر بشینیم تا طبیب از مریض بپرسه اضطرارن که چه داروهایی رو مصرف میکنه. خود مریض میتونه در واقع داوطلبانه این اعتراض رو در اختیار طبیب بگذاره. دومین نکته این استش که به نظر من باز خیلی مهمه اینه که از طبیب باید جویا بشیم که بر حسب اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده چه برنامه درمانی یا تشخیصی برای ما در نظر گرفته. سوال کردن از طبیب بسیار کار مناسبی هست و بیشک تأثیر گذاره در آینده این مرگ و میرها. باید مریض بپرسه که از این اطلاعاتی که از طریق آزمایش خون یا آزمایش های دیگه یا تست ها و پروسیجر هایی که کرده طبیب چه اطلاعاتی میخواد به دست بیاره و از این اطلاعات چطوری میخواد استفاده بکنه برای درمان مریضش. و اگر که پزشکی آمادگی این رو نداره که اینها را به زبان ساده با مریضش در میان بگذاره، شاید که وقت اون هستش که مریض به دنبال یک طبیب دیگری بگرده. نکته دیگر این که اگر که عمل جراحی یا پروسیجر را طبیب به مریض پیشنهاد میکنه، مریض باید که پرسش کنه که این تست یا این پروسیجر یا این عمل جراحی برای چه منظوری هست و برای چه هدفی هستش. این نکات خیلی کمک میکنه در اینکه از این آمار مرگ و میر نقصان پیدا بکنه. و بیمارستان رفتن هم یه نکته دیگه است. تعدادی از بیمارستان ها هستن که طبیعتاً آمار مرگ و میرشون به مراتب کمتره، کنترل عفونت درشون بیشتر دیده میشه و اینها رو در حقیقت هر سال گزارششون رو میتونید در سایتی هست به نام ahrq.gov که از طرف گاورمنت منتشر میشه بیمارستان ها رو بررسی کنید. بسیاری از بیمارستان ها بیمارستان هایی هستن که خوب عمل میکنن، ولی هستن بیمارستان هایی که کمبود و نقایصی دارن. آی دکتر، مشکلی که برای خودم یک دفعه به اتفاق افتاد و مطمئنم برای بیننده های عزیزم این حتما هستش و بوده، اینه که پیش طبیبی که رفتم، طبیب در اتاق معاینه که منو گذاشت 3 تا 4 تا اتاق معاینه دیگه هم بود و من در حدود 15-20 دقیقه صبر کردم تا دکتر از این اتاقهای دیگه به اتاق رفت تا اومد سراغ من. این موضوع واسه من خیلی ناخوشایند بود، برای اینکه مثل حالت زمان جنگ بود، یه جوری که این طبیب هیچ وقت دیگه ای نداره و باید به تمام ماها برسه و نمیتونست وقت کافی رو برای من که اونجا بودم به من بده اون وقت رو. آیا شما توصیه میکنین اشکالی داره اگر به یه همچین موضوعی برمیخوریم پاشیم از مطب دکتر بریم بیرون و یا اینکه اصلا اعتراض خودمون رو به دکتر بگیم؟ متاسفانه سیستم درمانی بهداشتی در امریکا به صورتی هستش که بسیاری از اطباء
مجبور هستند به خاطر شرایط مالی که درش هستند، مجبور هستند که حجم بزرگی از مریض رو در واقع ببینن و درمان بکنن. و این سیستمی که 3 اتاق معاینه در حقیقت در آن واحد با هم کار میکنه طبیعتاً ایدئال نیست، ولی کمتر شما آفیسی مطب دکتری رو میبینید که یه همچین ستاپی رو توش نداشته باشه که مریضا هر کدام مثلا 10 دقیقه بیشتر بررسی نمیشن. طبیعتاً راش کردن و عجله کردن طبیب که از این مریض به اون مریض میرسه ریسک اشتباه کردنش رو هم افزایش میده، ولی چویس دیگری به نظر من کمتر پیدا میشه. بله، حالا که درباره این صحبت کردیم و سیستم پرداختی بیمه ها به دکترها، به طبیب ها، نظرتون درباره هلت کیر ریفورم پرزیدنت اوباما چیه؟ پروکانش به نظر شما چی هستش؟ نکات مثبت و نکات منفی. هلت کیر پرزیدنت اوباما به نظر من یک هلت کیر ایدئال به هیچ وجه نیست و بیشک کمبودهای متعددی داره. و برای روشن شدن نظر بینندگانتون، این هلت کیر تفاوت‌های اساسی داره با هلت کیری که در کشورهای اروپای غربی و یا احیانا در کانادا الان در مد اجرا هستش. به این معنی که این هلت کیر اون هلت کیری که به عنوان یونیورسال هلت کیر هستش و همه شهروندان رو در بر میگیره، از اون ویژگی برخوردار نیست. ولی در این حال توجه داشته باشید که نزدیک به 50 میلیون نفر امریکایی فاقد بیمه درمانی و بهداشتی هستند. بله. یکی از کارهای مثبتی رو که انتظار میره که این هلت کیر تأمین بکنه، تأمین کردن هلت کیر برای بیش از 30 میلیون از این 48 میلیونی که بیمه درمانی ندارند هست. دوم این که یک مقدار زیاد روی های شرکت های بیمه رو مهار میکنه، کنترل میکنه. از جمله این که اگر شخصی بیماری قبلی داشته و اگر بخواد محیط کارش عوض کنه یا اینشورنس جدید بگیره، شرکت های بیمه تحت این برنامه جدید نمیتونن بیمه درمانی رو از اینها دینای بکنن. سومین در واقع نکته‌ای که توی این پکیج هست اینه که فرزندان تا سن 26 سالگی میتونن از بیمه پدر و مادرشون استفاده بکنن. قبلا با سن 21 سالگی به کلی از بیمه پدر و مادر بیرون میرفتن و این باعث بیمه خودشون رو تهیه میکردن. و چهارمین ویژگی که به نظر من مثبت و خوب هستش اینه که در تأمین بیمه دارویی سالمندان یک مقدار بهبود چشمگیر رخ میده. و درسته که همه اینها تا سال 2014 اجرا شدنی نیست، ولی در این حال قدم های مثبتی به نظر من میرسه در تأمین بهداشت. همونطوری که گفتم ایدئال نیست، ولی بهتر از اون چیزیست که الان در شرایط فعلی حاکم هست. بله، خیلی ممنون آقای دکتر، مرسی از وقتتون. این سوالایی بوده که ما این هفته از بیننده های عزیزمون داشتیم. اگر اجازه بدین، اگر سوال دیگه ای بود در هفته های آینده هم مزاحمتون بشیم. بسیار خوشحالم، متشکرم. خیلی ممنون از وقتتون، شب شما بخیر. شبتون بخیر. شب بخیر. بیننده عزیز با ما باشین تا دقایق دیگر، قسمت دوم برنامه شروع خواهد شد.
آیا علاقمند هستید تکس دارایی ها و پراپرتی خود را کاهش دهید؟ به دنبال تشکیل و انحلال شرکت ها هستید؟ آیا قصد دارید اظهارنامه های مالیاتی خود را تهیه و تنظیم کنید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ با معجون روانبخش CBA با بازرس سابق اداره IRS برای کاهش مالیات خود، کاهش پراپرتی تکس و رسیدگی به IRS آدیت و سلز اند تکس آدیت تماس بگیرید. تلفن مرکزی